سلام دوستان عزیزم، امروز میخوایم شما رو با یک عمارت تاریخی به نام عمارت عین‌الدوله آشنا کنیم، پس با ما تا آخر این ویدیو همراه باشیم. برای رسیدن به این عمارت باید ابتدا خودمون رو به میدان هروی برسونیم، سپس از طریق خیابون وفامنش و بعد از اون خیابون جمالی به طرف درب اصلی عمارت حرکت کنید. عمارت عین‌الدوله یکی از بناهای تاریخی و یکی از آثار ملی ارزشمند به جا مانده از زمان قاجار هستش که شاید کمتر کسی نام اون رو شنیده باشه. این عمارت در اواخر دوران قاجار و اوائل پهلوی اول و با مساحت 11900 و زیربنای 800 متر مربع ساخته شده است. عمارت عین‌الدوله محل اقامت ییلاقی عین‌الدوله وزیر سه دوره حساس تاریخی در دوران قاجار بوده و همزمان با تغییر حکومت از قاجار به پهلوی به محل سکونت دائم خانواده هروی تبدیل شد. این عمارت توسط بصیرالدوله هروی از عین‌الدوله خریداری شد و بعدها این بنا به پسر ایشان دکتر نصرت‌الله هروی به ارث رسید و توسط دختر ایشان خانم شیرین هروی به شهرداری تهران واگذار شد. این مکان در زمان احداث شامل یک عمارت تشریفاتی، استخری بزرگ و باغات بسیاری در اطراف بوده، همچنین در پایان جنگ جهانی دوم و در زمان اجلاس سران سه کشور آمریکا، انگلیس و شوروی این بنا محل اسکان استالین، چرچیل و روزولت بوده است. عمارت عین‌الدوله در سال 77 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. این عمارت در سال 86 و به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس بلدیه تهران توسط شهرداری مورد بازسازی قرار گرفت. در حال حاضر نگارخانه برق یکی از معتبرترین نگارخانه های ایران در عمارت عین‌الدوله مشغول فعالیت می باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این عمارت وجود گچبری ها، آینه کاری ها و تزئینات فوق العاده زیبا در بنای آن می باشد. با توجه به فعالیت نگارخانه برگ در این مجموعه شاهد حضور تندیس‌های بسیار زیبا از مشاهیر کشورمون در سر تا سر این عمارت می‌باشیم. وجود ستون‌های متعدد و زیبا در ساخت این عمارت توانایی معماران چیره دست اون زمان را بیش از پیش برای ما نمایان می‌کنه. فعالیت اصلی نگارخانه برگ در این عمارت علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی شامل طراحی عکس، چاپ دستی، مجسمه و چیدمان می‌باشد. اینجا هم سردیس برنزی عبید زاکانی رو داریم که اثر استاد محمد بهرامی هستش که در سال 95 به این مجموعه اهدا شده. وجود درختان کهنسال و بلندقامت در این مجموعه لذت بازدید از این عمارت رو برای ما دوچندان میکنه. دوستان عزیزم، امیدوارم از این ویدیو راضی بوده باشین. کانال ما رو در یوتیوب دنبال کنید و به دیگران نیز معرفی کنید و با ارسال ویدیوها به دوستان خود از ما حمایت کنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.